چه فیلمی رو خیلی دوست داری؟ فیلمی از دسیکا، دوزان دوچخه، و یا فیلمی از همون قسمی که براتون گفتم از تارکوفسکی، آندری روبلوف تارکوفسکی، هیچگاه فراموشم نمیشه به خاطر از اینکه فکر میکنم سرنوشت ما هست، سرنوشت هنر و قدرت، سرنوشت هنرمند در یک جامعه. چه بازیگری رو بیش از همه دوست داری؟ من بیگمان براتون گفتم میتونم که مارلون براندو. براندو نفهم، هر فیلمی از او دیدم گاهی وقت من فکر میکنم که یک قدرت عجیب و غریب جادویی در نگاه های انسان است و در بازیش ناخودآگاه مثل از اینکه من به طرفش کشانده شم. به این فکر هستم که یک روز یک کشور سرفراز، یک کشور قابل اعتبار در بین کشورهای دیگه، او زمانی که هیچ افغانی را به عنوان بی‌هویتیش با پاسپورت جعل گذرنامش توهین نکنن، اینقدر ما بتونیم سربلند باشیم که وقتی وارد مرز یک کشور میشیم اونا با افتخار ما را بپذیرن. خاموش، دیالوگ ثبت میشه. یک، دو، سه. حدود 2500 برنامه فیلم افغان فیلم و فیلم های بیرونی را که داشتیم آتش کشیدن، او را به شکل سمبولیک در پولیگونی که یک وقت انسانها را اعدام میکردن با اونجا آتش کشیدن، هر دوش کاملا بسیار آگاهانه و بسیار دقیق. در بین فیلم های دوست داشتنی ما که در آرشیف داشتیم، ما به او را بار بار میخواستم ببینم و دیده بودم، فیلمی از آندری تارکوفسکی بود که او را آتش زدم به نام سالیاریس. شاید مثل زی که من دیده باشم که آندری تارکوفسکی را پیش ما آتش میزنم. یکی از دوستای شاعر و موسیقیدان خوب، آهنگساز خوب تاجیک داشتیم، آقای دلیر نظر، که او میگفت که من میفهمین چرا دلم بسیار میسوزه به اینکه افغانستان طالبان میگیرن، بازی که هر آنچه از اصل داره از دست خواهد رفت وقتی افغانستان از دست بره. من دیگه آهنگ از کجا بکنم که بسرایم و بخوانم؟ من گاهی وقت به می فکر میکنم که اگر افغانستان از دست بره من چگونه میتونم فیلم بسازم و چگونه میتونم بگم فیلم ساز هستم.